First tonight, the vital World Cup qualifier between Australia and Iran. Tomorrow morning our time, the Socceroos will be in action in Tehran, a place most Australians know very little about. Andrew Walsati has filed this report. Tehran, the capital of Iran. The city is enjoying a mini renaissance. A more liberal government is in power. An Iranian film, The Taste of Cherries, won the Palme d'Or at this year's Cannes Festival. After 14 years living in Australia, documentary maker Majid Vares recently returned to his homeland, aiming to capture the images of change. Are they successful? Are they happy? Are they building the country? And we are looking at all these things in this documentary. And football, because of my background and the passion in Iran, is the major element which we can see all these changes through looking at football. A former Iranian soccer commentator says the Socceroos have nothing to fear in Saturday's World Cup qualifier in Tehran. Passionate, but not dangerous. An insider's view of the crowd the Socceroos will face this weekend. What's not in question is that the Iranian team is in disarray. The entire coaching staff sacked after a string of qualifying failures. When the Islamic Revolution was at its height in 1979, football was the only form of entertainment. Sitting among the crowd, Majid understood just how much qualifying means to Iran. The victory brings the biggest celebration for the nation in the last 20 years. Coverage of the game from the Azadi Stadium tomorrow morning, a most important match in the football histories of both nations. از هفت سالگی آشنا شدم. یک پارچگی و همصدایی در استادیوم است. رقابت، هنر، نقشه، هدف، از خودگذشتگی، شکست و تسلیم، درد، شادی و پیروزی همه در استادیوم است. در واقع زندگی در استادیوم است. استادیوم ها با هم متفاوتند، درست مثل زندگی ها. در این 14 سال هم استادیوم دیدم، اما مأنوسش را ندیدم. برای آن دلتنگم. با فرا رسیدن مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه، این ندیدن آزاردهنده تر می شود. چرا ندیدن استادیومی که حتی با سکوهای آن حرف می زدم بیش از پیش در ذهنم مرور می شود. به یاد مسابقات مقدماتی جام جهانی برای آرژانتین در 20 سال پیش می افتم. مسابقاتی که حاصلش تنها حضور ما در مرحله نهایی جام جهانی فوتبال بود. این بار ایران نخستین دور مقدماتی را به آسانی پشت سر می گذارد و حالا با چین و سه تیم عرب خاورمیانه‌ای، قطر، کویت و عربستان سعودی همگروه است.
با تولد دوباره فوتبال در زادگاهم بسیار امیدوارم که پس از 20 سال تجدید خاطره شود. دوباره شاد شویم، دوباره راهی جام جهانی شویم. تولد دوباره از طریق تماشای بازی‌های باشگاهی آلمان آشنا شدم، چرا که سه ایرانی، دایی، باقری، عزیزی در آلمان بازی می‌کنند. تلویزیون اینجا بیشتر بازی‌های تیم عزیزی افسه کولن را نمایش می‌دهد. زمینای گل کوچک همیشه عنوان مربی ما بودن، دروازه کوچک. زمانی که من ایران را ترک کردم او 12 ساله بود. سلام یا الله. اما چنان با هنر استثنایی او از طریق تلویزیون اونس گرفتم که در واقع قریب آشنای من شده است، عزیز خانه ما شده و انگار که یکی از ماست. خودت در یک محله و یک منطقه زندگی میکرد که طبقه مستضعف نشین به قول معروف هست. در واقع از زندگی اقتصادی نسبتا سطح پایینی رو داشتم. خانواده زحمتکش. تماشای او تمامی قسمت‌های خوب استادیوم را به نظرم می‌آورد. چهره ندیده تمامی جوانان ایران را برایم بازسازی می‌کند. جوانانی که از محله‌های شبیه محله خود من آمده‌اند. فوتبال از منطقه جنوب شهر ایران شروع کردم، منطقه نازیابا 400 دستگاه. توی خانواده تقریبا نسبتا فقیری بودم.